وزارت صحت کشور نشستی را زیر نام بازنگری سکتور صحت در کابل راه اندازی کرد. در این نشست درباره شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های بخش صحت در کشور، سرمایه‌گذاری روی کارکنان مسلکی و تمویل شفاخانه‌ها بحث می‌شود. سرایا دلیل وزیر صحت کشور که در مراسم افتتاح این نشست صحبت می‌کرد گفت در حال حاضر 60% شهروندان کشور به خدمات اساسی صحی دسترسی ندارند. و افزود اکنون بیشتر از 30% زایمان‌ها در شفاخانه‌ها توسط افراد مسلکی صورت می‌گیرد. امروز در افغانستان از هر 1/3 ولادت‌هایی که صورت می‌گیرد توسط افراد ماهر و تربیت شده و مسلکی کمک می‌شوند. امروز 60% مادرها در زمان حمل حداقل یک بار به دکتر مراجعه می‌کنند. وزیر صحت همچنان گفت تحقیقات نشان داده که هر شهروند کشور به طور اوسط سالانه معادل 41 دلار آمریکایی را برای درمان بیماری خود هزینه می کند که 11 دلار آن از سوی دولت پرداخت می شود. افزون بر این وزارت صحت تفاهم نامه را با نمایندگان بانک جهانی و اتحادیه اروپا امضا کرد که در آن بانک جهانی و اتحادیه اروپا بر ادامه کمک هایشان پس از سال 2014 میلادی تاکید کرده است. سند یا پروتکل را که ما امضا کردیم و این را با بانک جهانی امضا کردیم و با اتحادیه اروپا امضا کردیم، این سند در مورد ازی هست که اینها بخش اساسی خدمات صحی را برای چندین سال بعد هم، یعنی برای سالهای ما بعد 2014 هم تمویل میکنند. ما با تلاش های من در سال روان و پس از سال 2014 که کمک به سکتور صحت است ادامه میدهیم. بدون شک هر کس در مورد موجودیت فساد در افغانستان نگرانی دارد، اما برای رسیدگی به فساد نباید ادامه کمک ها متوقف شود. ادای وزارت صحت کشور از پیشرفت ها در عرضه خدمات صحی در کشور در حال است که گفته می شود هنوز هم روزانه صدها بیمار به منظور تداوی به کشورهای هند و پاکستان سفر می کنند.